سرخط خبرها. میانجیگری سوئیس برای آزادی دو زندانی ژیاو وانگ آمریکایی چینی با مسعود سلیمانی ایرانی مبادله شد. خیابونا خونی شد، آزادی قربانی شد. از شعارهای ضد دولتی تا جو امنیتی، روز دانشجو در ایران با تظاهرات اعتراض‌آمیز همراه بود. شلیک‌های مرگبار شبه نظامیان به معترضان در بغداد، ارتش عراق گفته برای حفظ جان مردم به خیابان‌ها می‌آید. و سرمای شدید به زنی بعد از 6 ساعت ایست قلبی زندگی دوباره بخشید. سلام، به این بخش خبر خوش آمدید. ایران و آمریکا دو زندانی را مبادله کردند. مسعود سلیمانی، یک ایرانی که در آمریکا به جرم دور زدن تحریم‌ها زندانی شده بود، در پی سفر محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران به سوئیس به مقام‌های ایران تحویل داده شد. در ازای او ایران ژیاو وانگ که حدود 3 سال در این کشور زندانی بود را به مقام‌های سوئیس تحویل داد که به جرم جاسوسی در ایران زندانی بود. آقای سلیمانی بیش از 1 سال در آمریکا زندانی بود. خبرنگارمون بهمن کلباسی از نیویورک با ماست. این نخستین تبادل زندانی میان تهران و واشنگتن، چه جزئیات بیشتری میدونیم بهمن؟ نخستین تبادل همونطور که میگید در زمان دولت آقای ترامپ، و میدونیم که آقای هوک مسئول برنامه مسئول سیاست آمریکا در برابر ایران شخصا با یک هواپیمای نظامی آقای سلیمانی، استاد دانشگاهی که حدود 1 سال و اندی پیش آمد آمریکا برای یک فرصت مطالعاتی در مورد سلول‌های بنیادین، او رو با هواپیما برده است به زوریخ سوئیس، و اونجا آقای وانگ هم با یک هواپیمای دولت سوئیس آمده، البته آقای ظریف هم اونجا بوده، و بعد این تبادل اونجا صورت گرفته تا هر دو آزاد شدن. هم وزیر خارجه آمریکا هم کاخ سفید واکنششون دادن و ابراز خوشحالی کردن از اینکه این تبادل رخ داده. البته در هیچ یک از این دو بیانیه‌ها و توییتی که آقای پومپئو کرده اشاره‌ای به اینکه اینجا یک تبادل صورت گرفته نشده، فقط اظهار خوشحالی شده از آزادی آقای وانگ، و اینکه آقای پومپئو یه جمله هم اضافه کرده که از برخورد سازنده ایران تشکر میکنه یا راضی است. اینم به اصطلاح یک کمی کم سابقه است. در 3 سال گذشته ما معمولاً تشکر کم شنیدیم از دولت آمریکا در برابر ایران، ولی به هر حال به نظر میاد که راضی هستند از این تبادلی که صورت گرفته. آقای وانگ فعلا به یک بیمارستانی که در تحت کنترل ارتش آمریکا هست در اروپا منتقل شده. این روندی است که دفعات قبل هم دیدیم، جیسون رضاییان و دیگران که آزاد شده بودند اول یک دو روزی اونجا می‌رفتن به بیمارستان چک می‌شدن و بعد به آمریکا می‌آمدن. خانواده‌اش هم که البته همین 2-3 ماه پیش ما باشون گفتگو میکردیم و خیلی نگران بودن، حالا به تبع خیلی خوشحال هستن که آقای وانگ آزاد شده. پرونده آقای سلیمانی هم یه مقداری در ابهام بود در 1 سال گذشته، به خاطر اینکه برخلاف بیشتر دیگر موارد دور زدن تحریم، ربطی به مثلا انتقال فناوری که در برنامه نظامی کاربرد داشته باشه نداشت، بلکه اتهامش این بود که یه سری به اصطلاح مواد پزشکی یا اونجوری که گفته بودن هورمون‌های رشد انسان رو می‌خواست منتقل کنه، که وکیلش گفته بود که بر اساس یک قانون خیلی مبهم او رو به زندان انداختن. ولی به هر حال آزادی او هم چیزی بود که ایران دنبالش بود و حالا این با میانجیگری سوئیس به نتیجه رسیده. آیا این رو میشه به عنوان نشانه ای از باز شدن گفتگو میان دولت ترامپ و مقام‌های ایران دونست؟ رسما مقام‌های آمریکایی به مثلا روزنامه نیویورک تایمز گفتن که نباید این برداشت کرد که حالا ما به خاطر این تبادل زندانی وارد یه مرحله جدیدی شدیم که گفتگوهای در مورد دیگر مسائل اختلاف میان تهران و واشنگتن آغاز خواهد شد. ولی به هر حال کسانی که دنبال هستند هم در دولت آمریکا، البته خیلی کمتر در دولت آمریکا هستند، ولی مثلا آقای اوبراین که مشاور امنیت ملی شده، قبل از اون در وزارت خارجه مسئولیتش همین آزاد کردن زندانیان آمریکا در کشورهای مختلف بود. یعنی برای اونهایی که علاقمندن یه مقداری
فضا برای دیپلماسی میان تهران و واشنگتن بازسازی بشه، این خبر خوبی است برای اینکه میتونن استدلال بکنن که با گفتگو میشه به نتیجه رسید همچنین در تهران، ولی اینکه بلافاصله منجر به یک گشایشی بشه به نظر نمیاد، حداقل مقامات آمریکایی رسما میگن اینطور نیست. البته بعد یادآوری بکنیم که این مسئله تبادل زندانی پیش زمینش به بیشتر از یک سال پیش برمیگرده که هم خود جواد ظریف اینجا در نیویورک گفت که من مسئولیت و اختیار کامل دارم که این کار رو انجام بدم. یک ماه و خورده پیش سخنگوی وزارت خارجه ایران حرف از این زد که لیستی از ایرانیان رو به آمریکا دادن برای چنین تبادلی و امید اظهار امیدواری کرده بود برای این آزادی. در نتیجه مدتی است که دارن روی این کار میشه برای اینکه بتونن حداقل یه تعدادی از این زندانیان رو هر دو طرف آزاد بکنن. متشکرم از تو بهمنی کلباسی در نیویورک. سه هفته بعد از آغاز اعتراض‌های سراسری در ایران، روز دانشجو در دانشگاه‌های مختلف با حضور گسترده نیروهای امنیتی ولی با شعارهایی در حمایت از معترضان و در مخالفت با مقام‌های مختلف جمهوری اسلامی برگزار شد. همزمان فرمانده نیروی انتظامی ایران از اعتراض‌های آبان به عنوان فتنه نام برده و گفته نیروی تحت امرش برای مقابله با اتفاق‌های مشابه آماده است. غلامرضا غفاری معاون فرهنگی وزیر علوم گفته همچنان 17 دانشجو در بازداشت است. فرین عاصمی گزارش می‌دهد. دانشگاه تهران امروز 16 آذر 98. برادر شهید راحت ادامه دارد. اینجا هم دانشگاه پلی‌تکنیک است. شعارهایی در حمایت از کارگران و زندانیان سیاسی دیگر. از فتاکه تا تهران زحمت کشان در زندان. خیابونا خونی شد. آزادی قربانی شد. دانشجویان دانشگاه تهران شعارهایی هم در حمایت از معترضان آبان 98 سر دادند. جواب ما تفنگ نیست. این همه کشته کم نیست. آبان ماه انسانه. کشتار میدون جاله. اینجا هم دانشگاه علامه طباطبایی است. در دانشگاه هنر هم دانشجویان قبری نمادین برای کشته شدگان اعتراض‌های اخیر درست کردند که بعضن به دلیل فشار نیروهای امنیتی بدون مراسم تدفین به خاک سپرده شدند. دانشجویان در دانشگاه نوشیروانی بابل هم به کشته شدگان اعتراض‌های اخیر اشاره کردند. همزمان نیروهای امنیتی هم آمده بودند. اینجا در اطراف دانشگاه تهران است. حسن روحانی اما برخلاف سالهای گذشته و برخلاف سنت رؤسای جمهوری پیشین در دانشگاه حضور نیافت. دانشجویان دانشگاه تهران اما از ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه که به این دانشگاه رفته بود، با این شعار استقبال کردند. روز دانشجو امسال بیشتر از 3 هفته بعد از آغاز اعتراض‌های سراسری در ایران برگزار می‌شود. اعتراض‌هایی که به گفته سازمان‌های حقوق بشری در آن 208 نفر کشته شدند و هزاران نفر زندانی. مسئله‌ای که جهانبخش محبینیا نماینده میاندواب هم بر آن تاکید کرده. اینکه تعداد دقیق کشته شدگان را اعلام نمی‌کنیم به چه منفعتی می‌رسیم را نمی‌دانم. اگر مردم بپذیرند و واقعیت را بگوییم خیلی به نفع ماست، چون آمار و ارقامی که من بیرون می‌شنوم واقعاً وحشتناک است. خود از همین اراذل و باش دستگیر شده بودن. تو اعترافاتش هست اصلا من فکرشو نمی‌کردم که پلیس من رو بگیره. حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی ایران هم اعتراض‌ها به افزایش قیمت بنزین در شهرهای مختلف را یک فتنه و جنگ امنیتی نامیده و گفته در عرض کمتر از 72 ساعت خونسا شده. آقای اشتری گفته نیروی انتظامی آماده برخورد با هر گونه ناامنی است و بر آمادگی این نیرو برای مقابله با اتفاق‌های مشابه تاکید کرده. سازمان‌های بین‌المللی کشتار معترضان در ایران را محکوم کرده و آزادی دستگیر شدگان را خواستند. اما به نظر می‌رسد مقام‌های مختلف جمهوری اسلامی قصد ندارند به صداهای اعتراض پاسخی بدهند. فرین عاصمی، بی بی سی. علی شکوری راد از رهبران اصلاح طلبان در ایران میگوید اعتراض‌های اخیر باعث ریزش رأی اصلاح طلبان نشده و این اصولگرایان هستند که از این اتفاقات در انتخابات پیش رو متضرر میشوند. آقای شکوری راد در توضیح این مسئله گفته اعتراض‌ها اغلب در مناطق حاشیه‌ای روی داده که پایگاه اصولگرایان است. مهدی خزعلی نویسنده: موجب ریزش رأی اصلاح طلبها نشده،
یا اگر شده خیلی کمتر از میزانی هست که از رأی اصولگراها ریزش کرده. شما میدونید اعتراضات معمولا در حواشی شهرهای بزرگ و در مناطقی که مردم از برخورداری مالی کمتری بهره‌مند هستن اتفاق افتاده. خب اینجاها به طور سنتی جاهایی بوده که مردم مناسکی رأی میدادن، یعنی همونطور که نماز میخونن یا روزه میگیرن میامدن هم رأی میدادن. خب اینها الان آسیب دیدن و متعلم هستن، بنابراین برخلاف دوره های قبل که کاهش مشارکت بیشتر به ضرر اصلاح طلب ها بود، بعد از این اعتراضات اخیر در حقیقت کاهش رأی بیشتر در اردوگاه اصولگرایان اتفاق افتاده. مهدی غزلی نویسنده و فعال سیاسی از تهران با ما هستن تا در این باره بیشتر صحبت کنیم. آقای غزلی، چقدر موافق هستید با صحبت‌های آقای شکوری ایراد که این اعتراض‌ها اغلب در منطقه حاشیه‌ای روی داده که پایگاه اصولگران هستند؟ با سلام خدمت شما و بینندگان. ببینید واقعیت این است که در واقع مناطق حاشیه‌ای و جنوب شهر پایگاه جدی اصولگرایان بوده است به خاطر پایگاه مذهبی. حالا حاشیه رو یک کمی بگیم، حاشیه اینقدر قطعی نیست. جنوب شهر پایگاه اصولگرایان بود، اما این اعتراضات و این مسئله گرانی بنزین به خصوص به صورت غافلگیری و شبانه اساساً پایگاه اصلاح طلبان رو هم به خاطر اینکه به هر حال دولت منتخب اصلاح طلبان صادقانه و شفاف با مردم برخورد نکرد، مسائلش رو در میون نگذاشت و بعد هم خب یک جمعیتی کشته شدن، جمعیت بسیار زیادی زندانی هستن. تو این شرایط من فکر میکنم مردم اصلا ناامید شدن. عملکرد فراکسیون امید و دولت امید هر دو مردم رو از اصلاح طلبان ناامید کرده. پایگاه اصلاح طلبان هم مثل اصولگرایان، اگر اصولگرایان هیچ پایگاهی نداشتن، الان اصلاح طلبان هم به اونها پیوستن و الان مردم واقعا نه اصولگرا میخواهند، نه اصلاح طلب، نه چپ نه راست، و به دنبال یک مشی جدیدی هستن، مشی علمی و خط سومی که فارغ از این 40 سالی باشه که اینها دو قبیله اصلاح طلب و اصولگرا که هر کدوم 200 نفر هستن بین خودشون دست به دست کردن قدرت رو، با ملک بازی کردن. هر کدوم هم فسادی دارن، یکی املاک نجومی داره، یکی هم حقوقهای نجومی. قطعا من فکر میکنم این افت شرکت، حتی شرکت نمیکنن در انتخابات مردم، به خاطر این مسئله هم تشدید شد و شاید کلاهی بود که اصولگرایان سر دولت روحانی گذاشتن برای اینکه طرفداران دولت روحانی، طرفداران اصلاح طلب اصلا پای صندوق نیان. تمام همه جناح حاکم این است که منتقدین پای صندوق نیان. یک سوال دیگری هم که پیش میاد آقای غزلی این هست که وقتی این صحبت رو میکنه آقای شکوری راد، آیا به این معنا هم میتونه باشه که پایگاه اصلاح طلب خودش رو از خواسته معترضان دور میبینه؟ ببینید اساساً دو تا نقطه ضعف دارین تلقی. یکی این که قشر ضعیف جامعه با ما نیست. خب این بده. الان بیش از 70% جامعه زیر خط فقره و اصلاح طلبی مثل آقای شکوری راد وقتی میفرماید اینها پایگاه ما نبودن، یعنی فقرا پایگاه شما نیستند، پابرهنگان نیستند. وقت باید برگردیم به تابلوهای زرد رنگ مجلس سوم که اصلا بیلبوردهای بزرگ پابرهنگان زده بودید. خب شما اون موقع تکیهتون بر پابرهنگان بود، الان میگید اصلا در جامعه ضعیف و حاشیه ما اصلا پایگاه نداشتیم. خب یک نقطه ضعف بزرگه برای اصلاح طلبی و من فکر می‌کنم درسته که توش همین هست که واقعا پایگاه نداشتید، اما ضعف بزرگی است. یعنی شما خودتون رو از جامعه ضعیف و اخشار و آسیب پذیر جدا کردید و این بد. متشکرم از شما مهدی غزلی، نویسنده و فعال سیاسی در تهران. محمد مساعد، روزنامه‌نگار ایرانی که در پی اعتراض‌های آبان بازداشت شده بود، با قرار وثیقه از زندان اوین آزاد شد. آقای مساعد روزنامه‌نگار حوزه اقتصادی است که پیشتر با روزنامه‌های شرق و همشهری کار کرده است. او به گفته نزدیکانش جمعه اول آذر بازداشت شده بود. آقای مساعد پیش از بازداشت از طریق رسانه‌های اجتماعی درباره موانع دسترسی به اینترنت در جریان اعتراض‌های سراسری در ایران اطلاع رسانی کرده بود.
رئیس بسیج جامعه زنان ایران خواهان موج همگانی برای فرزندآوری شد. خانم مینو اصلانی از همه نهادها خواسته تا برای تشویق زوجها به فرزندآوری و اجرای سیاست‌های افزایش جمعیت همکاری کنند. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر ایران هم پیشتر از لزوم افزایش جمعیت و خطرات کاهش جمعیت جوان سخن گفته بود. به گفته مرکز آمار ایران، نرخ رشد جمعیت سالمند تقریبا 3 برابر نرخ رشد کل جمعیت است. در ادامه اعتراض‌ها و نارامی‌های عراق دیشب شبه نظامیان در خیابان‌های بغداد با تیراندازی به طرف مردم و ماموران پلیس دست کم 19 نفر از آنان را کشتند. 10 نفر دیگر هم زخمی شدند. حالا ارتش عراق گفته نیروهایش را به خیابان‌های بغداد می‌فرستد تا از معترضان حفاظت کنند. در این میان نزدیکان مقتدا صدر رهبر جریان صدر می‌گویند به محل اقامت او در شهر نجف حمله پهپادی شده ولی جزئیات بیشتری ندادند. هفته است که عراق صحنه تظاهرات علیه فساد و دخالت کشورهای دیگر از جمله ایران بوده. تا کنون دست کم 460 نفر در این اعتراض‌ها کشته شدند. جزئیات بیشتر در گزارش هادی نیلی. مسلح اما نه از نیروهای نظامی و انتظامی رسمی، سوار خودروهای شاسی بلند در تیراندازی مستقیم به روی معترضان و مردم و همینطور پلیس. شبیه خونبار در مرکز بغداد. چند مامور پلیس هم بین این کشته شدگان بودند. شبه نظامیان همچنین به یک ساختمان که تظاهرات کنندگان آن را مقر خود کرده بودند حمله کردند. معترضان مجبور شدند ساختمان را ترک کنند و در این جریان تیراندازی هم شد. حالا ارتش عراق گفته که نیروهایش را به خیابان‌های بغداد می‌فرستد تا از معترضان حفاظت کنند. ارتش گفته واحدهای فرماندهی عملیات بغداد را در میدان خلانی و اطراف آن مستقر می‌کند. منطقه نزدیک به پل سنک که در هفته‌های گذشته صحنه شدیدترین اعتراض‌ها و درگیری‌ها بوده. آن سوی این پل منطقه معروف به منطقه سبز است که شدیداً حفاظت شده و اداره‌های مهم و سفارتخانه‌ها در آن هستند. یکی دیگر از پرتعداد تیراندازی گروه‌های شبه نظامی به معترضان. گروه‌های ناظر می‌گویند در جریان تظاهرات و نارامی‌های این چند هفته در عراق تا کنون 460 نفر کشته و 17000 نفر زخمی شدند. روز جمعه تا قبل از این تیراندازی‌ها تظاهرات در عراق عمدتاً مسالمت‌آمیز بود. هزاران نفر خواستار انحلال دولت شدند. مردمی خشمگین از بیکاری بالا، خدمات عمومی ناکارآمد و فساد دولتی. ما به دولت می‌گیم که برید متفرق بشید قبل از اینکه خیلی دیر بشه. مردم اومدن که اینجا بمونن. به انقلاب ادامه میدن و نمیرن تا وقتی که این گروه فاسد سیاستمدارا خلاص بشن. این سیاستمدارها با عراقی‌ها خوب نبودن. ما می‌خوایم صدای مردم از طریق تظاهرات بی‌خشونت شنیده بشه تا حق مسلم ما برآورده بشه. آمریکا روز جمعه 3 نفر از رهبران گروه‌های شبه نظامی عراقی مورد حمایت حکومت ایران را تحریم کرد با اتهام دست داشتن در سرکوب اعتراض‌ها. از جمله قیس خزعلی و برادرش لیس خزعلی، رهبران گروه اصحاب اهل حق، از روحانیون شیعه مورد حمایت جمهوری اسلامی که نقشی محوری در 8 شعبی دارند. همینطور حسین فالح لامی از فرماندهان امنیتی 8 شعبی. علاوه بر آنها خمیز خنجر از بازرگانان معروف عراقی به اتهام فساد. 8 شعبی که مورد حمایت دولت عراق هم هست، مجموعی از گروه‌های شبه نظامی عمدتاً شیعه است که حاضر نشده زیر مجموعه ارتش رسمی کشور قرار گیرد. گزارش شده حسین فالح لامی، معروف به ابو زینب، رهبر شبه نظامیانی است که در هفته‌های گذشته به روی معترضان آتش گشودند. اتهامی که خود این گروه‌ها رد می‌کنند. هفته پیش آیت الله علی سیستانی، پرنفوذترین چهره مذهبی عراق، با انتقاد از نوع واکنش نیروهای دولتی به اعتراض‌ها از پارلمان خواست زودتر دولت جدیدی تشکیل دهند. نخست وزیر هم کنارگیری کرده. معترضان همچنان به خیابان‌ها می‌آیند با شعارهایی برای تغییرات اساسی. هادی نیلی، بی بی سی. نگاهی دوباره به مهمترین عناوین خبری این برنامه. ایران و آمریکا با میانجیگری سوئیس 2 زندانی را مبادله کردند. روز دانشجو در ایران با تجمع دانشجویان، شعارهای ضد دولتی و حضور سنگین نیروهای امنیتی همراه بود. در ادامه این برنامه، سرمای کوهستان زنی را بعد از 6 ساعت پس از ایست قلبی از مرگ نجات داد.
منابع نزدیک به هیئت آمریکایی در قطر به بی بی سی گفتند هیئت آمریکایی به قطر رسیده است و گفتگوها با طالبان را از سر گرفته. به گفته این منابع، موضوع اصلی این گفتگو کاهش خشونت هاست که منجر به آغاز گفتگوهای بین الافغانی و آتش بس شود. هفته گذشته زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان در کابل، با رئیس جمهوری افغانستان و سایر مقام‌های سیاسی و دولتی دیدار کرد. ساعتی پیش از شجاع محسنی، تحلیلگر سیاسی در کابل، پرسیدیم با توجه به اینکه آقای ترامپ 3 ماه پیش دستور قطع گفتگوها را داده بود، شروع دوباره این گفتگوها چقدر می شود این آن را جدی گرفت؟ این آقای ترامپ با خروج از مذاکرات و با فرار از مذاکرات در درون امریکا، اجماعی را که علیهش و علیه مذاکرات جریان داشت شکست. انتقادها روی مذاکرات صلح جریان داشت، مذاکرات تقریبا اطلاعات کافی نداشت، نه در جامعه افغانستان و در جامعه امریکا. آقای خلیلزاد متهم بود که سری و پنهانی مذاکرات را برگزار کرده. امروز که دوباره مذاکرات آغاز میشه، دلایل زیادی داره. اولی که طالبان تمایلشان برای مذاکره بیشتر از هر زمان دیگر است. طالبان در وضعیتی هستند که میبینن بحران سیاسی در افغانستان بیشتر شده، طرفهای انتخاباتی با هم درگیر هستند. آقای ترامپ در درون امریکا با خطر استیضاح روبروست، در موضع ضعیف‌تر قرار دارد. کشورهای مثل روسیه و پاکستان به دنبال سرگیری مذاکرات بودند به عنوان کشورهای اثرگذار در روند صلح افغانستان. و همچنان مسئله بنبست انتخاباتی است که اگر امریکایی ها نتانند نتیجه از انتخابات افغانستان بگیرند، باید بدیلش در نتیجه مذاکرات صلح جستجو کنند. از این جهت محتمل بود که مذاکرات در این شرایط از سر گرفته شود و طرف امریکایی دوباره وارد مذاکره با طالبان شود. طالبان امروز به صراحت اعلام کردند، آقای شاهین سخنگویشان در توییتر اعلام کرد که ما 3 موضوع را فعلا وارد نمیشیم: بحث آتش بس، بحث پذیرش نتیجه انتخابات و بحث آینده حکومت در افغانستان. را او را گفتند که بعد از توافق با امریکایی ها مسئله آتش بس در میان میاد. قطعا برای حکومت افغانستان هنوز مذاکرات هنوز آغاز نشده. مذاکرات به شکل غیر رسمی است بین حکومت افغانستان و طالبان و شکل رسمی مذاکرات بین امریکا و طالبان جریان دارد. آنچه که آقای خلیلزاد در قطر مشغول است و در بیش از 14 ماه گذشته دوام داشته. از نظر حکومت افغانستان خط سرخشان این مسئله آتش بس است و پذیرش حکومت به عنوان طرف مذاکره. هنوز مذاکرات وارد این مرحله نشده و این اعلام موضعی حکومت افغانستان برای طالبان زود است. اگر حکومت افغانستان در این شرایط وارد روند مذاکره هم شود، باز هم وارد یک روند تسلیم بد خواهد شد. چون شرایط معیاری مذاکره به نفع افغانستان نیست، دو طرف از توازن قدرت برخوردار نیستند، موقف حکومت ضعیف‌تر شده نسبت به گذشته. 3 تا انتظار از مذاکرات صلح وجود داره. انتظار طالبان است که انتخابات به نتیجه نرسه و در یک اداره‌ای که صرفاً وظیفه‌اش پیشبرد مذاکرات باشه، طالبان با طرف کابل، آن نیروهای سیاسی که در کابل مشغول هستند، مذاکره کنند. انتظار آمریکایی‌هایی است که اگر در مذاکره به نتیجه مطلوب از طالبان نرسن، بنبست انتخاباتی یک نتیجه داشته باشه، امریکایی ها با طالبان توافق کنن و این حکومت آینده باشه که بر سر جزئیات مذاکره، گفتمان حاکم بر نظام سیاسی آینده، بحث امارت و جمهوریت و مسائل ریز و درشتی که به اونا مذاکرات بین الافغانی میگن پرداخته شود. اگر امریکا نتیجه خوب از مذاکره با طالبان گیره، قطعا وارد روند خواهد شد. حکومت افغانستان و یک بخش از نیروهای سیاسی کم کم نشان دادن که مایل هستند انتخابات نتیجه داشته باشه. امریکا اگر حمایت نظامی نمیکنه، به حمایت مالی و سیاسی خود ادامه بده و یه حکومت خواهد بود که با مقاومت در برابر طالبان در دراز مدت از موضع افراطی طالبان در مذاکرات کمتر خواهد کرد. شجاع محسنی بود، تحلیلگر مسائل سیاسی در کابل. معترضان در سانتیاگو، پایتخت شیلی، بار دیگر با نیروهای امنیتی درگیر شدند. بر اساس گزارش‌ها، معترضان با پرتاب سنگ و شلیک گاز اشک‌آور از سوی پلیس پاسخ دادند. تظاهرات سراسری شیلی از 22 مهر در پی افزایش قیمت بلیط مترو در سانتیاگو آغاز شد و بعد در اعتراض به سیاست‌های ریاضت اقتصادی دولت و بی‌عدالتی به سایر نقاط گسترش یافت. در جریان این اعتراض‌ها تاکنون 26 نفر کشته و صدها نفر زخمی شدند.
قطر تایید کرد برای حل بحران موجود بین این کشور و عربستان سعودی مشغول مذاکره با ریاض است. محمد بن عبدالرحمن آل ثانی وزیر امور خارجه قطر گفته میان این کشور و شماری از کشورهای منطقه خلیج فارس گفتگوهای در جریان است تا به تحریم‌هایی که عربستان و متحدانش علیه قطر وضع کردند پایان داده شود. مناقشه بین قطر و عربستان از 2 سال پیش آغاز شده. یک پسر 5 ساله در آمریکا چنان از به فرزندی قبول شدنش خوشحال بود که تمام دوستان مهد کودکش رو به دادگاه دعوت کرد تا مراسم رسمی فرزند خواندگی رو از نزدیک تماشا کنند. این پسر مایکل نام دارد و در ایالت میشیگان زندگی میکند. او و پدر و مادر جدیدش با کوبیدن چکش قاضی رسماً فرایند فرزند خواندگی رو تکمیل کردند. با نزدیکتر شدن کریسمس امسال هم یک خانواده آلمانی بیش از هر خانواده دیگری حال و هوای این جشن رو به خونه‌شون آوردن. توماس و سوزان یرومین 350 درخت کریسمس رو در خونه‌شون در ایالت ساکسونی جای دادند. اونها کار دکوراسیون رو از تابستان شروع کردند و ده‌ها هزار قطعه تزیینی و بیش از 300 هزار رشته نور رو به کار بردند. این خانواده میگن سال آینده قصد دارن رکورد فعلی رو به 500 درخت برسونن. فکر کنم از همین امسال شروع کنن برای سال آینده این خانواده. در اتفاقی بسیار نادر، زنی که 6 ساعت قلبش از کار ایستاده بود نه تنها نجات پیدا کرد که به زندگی عادیش برگشت. این زن جوان در کوهستان‌های اسپانیا دچار ایست قلبی شد، جایی که سرمای شدید ناجی او شد و نگذاشت مغز و اندام‌هایش با از کار افتادن قلبش آسیب ببیند. گزارش ببینیم از فرگوس والش، خبرنگار بی بی سی. زنی که به مرگ کلک زد، حالا همسرش و تیم پزشکی که نجاتش دادن دورش حلقه زدند. این فوق‌العاده است که جون سالم به در بردم. خیلی خوششانس بودم که الان اینجام و قادرم به زندگی ادامه بدم. خوشحالم. آدری سکومان حالا میتواند درباره تجربه ایست قلبیش صحبت کند. او یک ماه پیش با همسرش به این خانه کوهستانی در ارتفاعات کاتالونیا رفته بود. ناگهان نقش زمین و بیهوش شد. فکر کردم مرده. سعی کردم با ماساژ قلبی نجاتش بدم. از شدت سرما انگشتان بی‌حس شده بود، اما باز هم متوجه بودم که نه ضربان داره و نه نفس میکشه. در دمای بسیار پایین، دمای بدنش از 37 درجه به 18 درجه سانتیگراد رسیده بود. اما همین سرمای شدید بود که مغز و بدنش را از آسیب حفظ کرد. زمانی که به بیمارستانی در بارسلون رسانده شد، پزشکان بدنش را به دستگاه قلبی متصل کردند و به خونش اکسیژن رساندند و به آهستگی بدنش را گرم کردند. Re-oxygenating her blood and gradually warming her body. 6 ساعت بعد از ایست قلبی با کمک شوک دستگاه احیا قلبش دوباره تپید. به جز بی‌حسی دستانش، این معلم انگلیسی ساکن بارسلون کاملا بهبود یافته و نمی‌خواهد کوهنوردی را کنار بگذارد. احتمالاً این زمستون به کوهستان برنگردم، اما امیدوارم تا بهار آینده بتونم کوهنوردی کنم. نمی‌خوام این اتفاق سرگرمی مورد علاقه‌ام را ازم بگیره. پزشکان در کنار آدریس کومان ایستادند. زنی که رکورد جان به در بردن از طولانی ترین ایست قلبی را در اسپانیا جابجا کرده. اتفاقی شبیه یک معجزه در دنیای پزشکی. می‌رسیم به پایین این بخش خبر. ممنون از همراهی شما با بی بی سی فارسی.